بازه. به نام خدا. سلام بچه ها، روز شما بخیر. آرزوی سلامتی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، موفق و مؤید بشید و درستون رو خیلی خوب خوب میخونید. فصل فصل امتحانات دیگه، باید کوتاهی ها رو حسابی کنار بذاریم. امتحان امسال هم که در واقع سورپرایز بود برای شما، چون یکی دو ساله خلاصه کنم بین خودمون باشه مفت میخورید. آره دیگه، خونه بودید امتحان میدادید، بر نه به ممکن جسارت نمی کنم، ولی در مجموع همین که آدم خونه باشه، چای بغل دست آدم باشه، حالا بقیه مسائل کار نداریم، یه آرامشه. و عموما آزمون ها تستی بود. خب داستان های مختلف که دیگه واردش نمیشم، ولی امسال به هر حال بعد از دو سال اولین باره که امتحان حضوری، سوال ها تشریحی، کاملا برگشته به آزمون های قبل از داستان کرونا. آرزو میکنم که موفق و مؤید باشید، پیگیر و کوشا بتونید نتیجه مطلوب رو بگیرید. بچه ها، ما جلسه پیش درس یک عربی 12 رو برای تمامی رشته ها گفتیم. امروز هم برای درس 2 در خدمت شما هستیم. بچه های انسانی به غیر از این دو درس، از درس 3 فقط معنی درس و لغت های درس 3 جزء امتحانشونه. البته اینم اضافه کنم، یکم سلیقه‌ای هم هست. اصل اینه وقتی 5 عربی 12 برای انسانی ها 5، 2.5 در واقع ترم اول باشه، 2.5 ترم دوم. ولی اگر دبیری بخواد میتونه درس 3 رو هم به صورت کامل از بچه های خودش آزمون بگیره. به هر حال ما فرض رو بر اصل میذاریم، اصول میذاریم. 2 کامل، درس 3 که دیگه معنی و لغت. بچه ریاضی و تجربی ما هم که کلن کتابشون 4، طبیعتاً 2 ترم اول و 2 ترم دوم خواهد بود. به امید خدا میخوایم شروع کنیم بچه ها. درس دوم ما، یه مقدمه کوتاه بگم بعد درس رو شروع کنیم. مربوط به موضوعی با عنوان حال. جایگاه حال کجاست؟ بچه ها توجه. این موضوعی که الان دارم براتون میگم مقدمه است در واقع. ببینیم ماجرای درس دوی ما چیه و مقدمه چیه. بچه ها توجه. خب مقدمه رو برای درس 2 میگیم و درس 2 رو شروع میکنیم. مقدمه اینه، در زبان عربی تمام قواعدهای گفته میشه، خوانده میشه، یاد گرفته میشه، امتحان تشریحی گرفته میشه، تست کنکور طرح میشه، یا در مورد کلمه از شما میپرسه یا در مورد جمله از شما میپرسه، که به شناخت کلمه به صورت کلی میگن تحلیل و صرفی. مثلا شما وقتی میگی این فعل ثلاثی مزیده، این کار تحلیل صرفیه. وقتی میگی این اسم مبالغه است، این تحلیل صرفیه. اما پس تمام قواعد عربی یا شناخت کلمه رو داره که میگن تحلیل صرفی، یا شناخت جمله رو داره. درس 2 ما به کلمات ربط نداره، به جملات ربط داره. حالا ربطش به چیه رو ببینیم. بچه ها، به شناخت جملات به صورت کلی در عربی میگن محل اعرابی. یعنی هر جا از شما پرسیدن محل اعرابی این کلمه رو در این عبارت بگو، یا محل اعرابی کل کلمات این جمله رو بگو، اولین چیزی که به ذهن شما باید برسه اینه ببینم جمله من فعلیه است یا اسمیه، چون محل اعرابی به جمله ربط داره. و ما در نگاه اول، در قدم اول، دو نوع جمله داریم، یا فعلیه یا اسمیه. حالا گاهی برای فعلیه اتفاقی میفته مجهول میشه، گاهی برای اسمیه اتفاقی میفته نواسخ میاد که جلسه پیش گفتیم، اینا رو دیگه وارد نمیشم، میخوام به هدفم برسم. پس بچه ها از ما بخوان محل اعرابی کلمه رو بگو، اول ما باید به جمله فکر کنیم و نوع جمله رو بشناسیم. جملات یا فعلیه هستن یا اسمیه. جمله فعلیه چه چیزایی داره؟ فعل و فاعل 100% در جمله فعلیه حضور دارن. مفعول 50-50، اگر فعل متعدی باشه مفعولم وجود داره، اگر نباشه مفعول وجود نداره. و یک رکن دیگه که من به شوخی میگم عشقیه، به نام جار و مجرور، که تابع قانون خاصی نیست، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، عشقیه، از بستگان نزدیک بنده است. خب
بچه داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ محل اعرابی. ما هر جا بشنویم ببینیم بگن محل اعرابی باید جمله یادمان بیاد. جملات گفتیم یا فعلیه هستن یا اسمیه. در مورد فعلیه صحبت کردیم، اما اگر جمله اسمیه باشه اعضای خانوادهش مبتدا خبر خواهد بود، یعنی ارکانش مبتدا خبر خواهد بود. حالا یه جمله وقتی به ما بدن، برفرض اگر فعلیه باشه، اصلا یه چیزی ما از کجا فهمیم فعلیه است، از کجا فهمیم اسمیه است؟ برای تشخیص فعلیه یا اسمیه از همدیگه قرار ما این باشه، برای فعلیه هر جا فعل باشد، برای اسمیه اگر اول جمله اسم باشد. خب پس با این حساب هر وقت پرسیدن محل اعرابی کلمه رو بگو، ما اول باید نوع جمله رو بشناسیم. خب وقتی فعلیه بود دیگه فعل و فاعل و مفعول و جار و مجرور خواهد داشت، اگر اسمیه مبتدا خبر خواهد داشت. بسیار خوب. آیا عشقی یه سوال. آیا عشقی اگر من ارکان اصلی یک جمله را، حالا میخواد فعلیه باشه یا اسمیه، مشخص بکنم، مثلا فعلی بود فعل فاعل مفعول جار مجرور پیدا کردم، یا اگر اسمیه بود مبتدا خبر رو پیدا کردم، چیزی باقی موند، اون باقی مونده چیه؟ جواب. اصلا ممکنه چیزی بمونه؟ بله. یعنی من مبتدا خبر رو پیدا کنم دو تا کلمه بمونه، من به چی فکر کنم؟ اونا چی خواهند بود؟ من مبتدا رو پیدا کردم، خبر رو پیدا کردم، جمله منم اسمیه است، نمیتونه فاعل مفعول داشته باشه که. گوش کن، اگر ارکان اصلی رو پیدا کردی چیزی باقی موند، اون باقی مونده بچه ها یا صفت یا مضاف الیه، یا صفت، این میشه قدم دوم، یا صفت یا مضاف الیه. حالا از کجا بفهمیم صفت رو؟ کلی بگم، کلمه ای مونده اگر به شدت شبیه کلمه قبل خودش باشه میشه صفت، اگر شبیه قبل خودش نباشه میشه مضاف الیه، در این حد کافیه. خب بچه داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ محل اعرابی. محل اعرابی تیتر خیلی از تمرین های شما توی دهم، یازدهم و دوازدهم هست و توی خیلی از تست ها، خیلی جاها شما این اصطلاح رو شنیدی. بیشتر بچه اصلا محل اعرابی نمیدونن چی میخواد، چی میخواد از اونها نمیدونن. حالا گوش کنید، محل اعرابی تشخیص نوع جمله، فعلیه بود اینها رو پیدا میکنیم، اسمیه بود مبتدا خبر رو پیدا میکنیم، چیزی باقی مون یا صفت یا مضاف الیه. حالا بچه ها آخرین سوال، آیا عشقی اگر من ارکان اصلی رو پیدا کنم، مثلا فعلیه بود فعل فاعل مفعول و جار و مجرور رو پیدا کردم، چند تا کلمه موند، یکیشون صفت بود مشخص کردم، یکیشون مضاف الیه بود مشخص کردم، باز ممکنه چیزی بمونه؟ یعنی ممکنه من جمله من اسمیه باشه، مبتدا رو پیدا کنم، خبر رو پیدا کنم، صفت مضاف الیه پیدا کنم، بازم کلمه‌ای بمونه؟ جواب بله. ولی این دیگه آخریه. بچه ها اگر ارکان اصلی رو پیدا کردین، صفت و مضاف الیه هم پیدا کردین، چیزی باقی موند، اون مونده یا صفت، ببخشید، اون مونده در زبان فارسی به اونها میگن قیدها، قید زمان، قید مکان، قید تاکید، قید حالت. در زبان عربی ما عربها میگیم ارکان فرعی. توجه کنید که به قید حالت زبان فارسی در عربی ما میگیم حال. حالا من چرا اینو گفتم؟ خواستم جایگاه قواعد درس دو رو برای شما مشخص کرده باشم. ما حق نداریم به صفت مضاف الیه فکر کنیم مگر اینکه ارکان اصلی رو پیدا کرده باشیم. ما حق نداریم به حال فکر کنیم مگر اینکه ارکان اصلی و صفت مضاف الیه رو پیدا کرده باشیم. یعنی این احترام ها، این جایگاه ها، این رتبه ها باید رعایت بشه. خب اینجا معمولا بچه‌ها یه اعتراضی میکنن، آقای عشقی از حال چند تا سوال میاد؟ بگیم برای ریاض تجربی ها معمولا یکی، برای انسانی ها بگم یکی و نصف بهتره، حالا ما میگیم مثلا دوتا. خب آقای عشقی، خب برای حالی که یکی دوتا سوال میاد و ممکن اصلا نباشه، ممکن یه سوال از حال سوال نیاد، یعنی من این همه بدبختی بکشم ارکان اصلی رو پیدا کنم، صفت مضاف الیه پیدا کنم، اگر چیزی باقی موند اون وقت حاله؟ نخواستم. آقا گوش کنید بچه ها، اینی که من به این صورت گفتم خواستم جایگاه حال مشخص کرده باشم، وگرنه ما باید برای تشخیص حال یه جوری دیگه عمل کنیم. یعنی چی؟ ما برعکس عمل کنیم، یعنی از آخر بریم اول. ما فرض رو بر این بذاریم هیچی از عربی بلد نیستیم، خب میخوایم تک تست حال رو جواب بدیم، باید چه کار کنیم؟ حالا شروع میشود قواعد درس دو. خب بچه ها، به امید خدای بزرگ و مهربان،
بچه ها حال، حالی که معادل قید حالت زبان فارسیه، مثلا محمد خندان آمد، الان خندان قید حالته. خب همینو ما در عربی داریم، بهش میگیم حال. که عربی چون زبانی به غیر از زبان مادری ماست، از طریق معنی و مفهوم ممکنه نتونیم متوجه بشیم این قید حالت هست یا نیست، باید از طریق نشانه های ظاهری بتونیم تشخیص بدیم. حالا اون کلمه‌ای که میاد حال میشه چه ویژگی هایی داره؟ بچه ها تمام قواعد ما یه خطه، این یه خط رو بفهمید قواعد رو فهمیدید، ولی شرط داره، کلمه به کلمهش رو باید درک کنیم. شروع میکنیم. کلمه‌ای که قراره به عنوان حال انتخاب بشه یک اسمه. چیه بچه ها؟ اسم. پس حال اسمی است، فعل نیست، حرف نیست، اسمی است. یعنی چی؟ یعنی یذهب و یکتب نمیتونن حال باشن ها، یعنی فی و علا و الا نمیتونن حال باشن ها. اون کلمه‌ای که میاد حال میشه یک اسمه. خب مثل الشمس، القمر، الجدار یک اسمه. اسمی است منصوب. منصوب یعنی چی؟ حالا بچه های ریاضی تجربی ممکنه بگن اعراب برای ما نیست، خب، ولی برای تشخیص حال، پیدا کردن حال توی جملات از اعراب استفاده کنی خیلی خوبه، بهت کمک میکنه زودتر بشناسی که این کلمه حاله. خب منصوب یعنی چی؟ اصلا به غیر از منصوب ما چه جور اعراب های دیگه ای داریم؟ مرفوع داریم و مجرور داریم. وقتی ما میگیم حال اسمی است منصوب، یعنی مرفوع ها و اندارها حال نمیشن، مجرورها و اندارها حال نمیشن. کلمه‌ای که میاد حال میشه باید منصوب باشه. منصوب یعنی چی؟ یعنی ا، ولی حال هرگز ا نمیگیره. خب با چه نشانه هایی ظاهر میشه؟ یا تنوین ان میگیره، یا یانون اعدار میگیره، یا یانون اعدار میگیره، یا آتن، آته هم نه. بچه ها من معمولا میگم حال پنج گونه اعراب میگیره، ان، ینه، ینه و آتن. بچه ها میگن خب این که شد چهار تا، شما چرا میگید پنج تا؟ عمدن میگم پنج تا بدونی ممکن اصلا اعرابشو نذارن. آره نباید ما فقط به اعراب تکیه کنیم. اعرابشو نذارن چه کار کنیم؟ از طریق نشانه های دیگه که گفتم و خواهم گفت حالو تشخیص میدیم. پس تا اینجای کار ما در مورد حال دو چیز یاد گرفتیم. میخوایم حالو بتونیم بدون هیچ پشتوانه قواعدی، پیشینه قواعدی، حالو میخوام تستشو جواب بدم، باید چه کار کنم؟ باید دنبال یک اسم باشی که منصوب باشه و 100% بدون ال. حال هرگز ال نمیگیره، هرگز هرگز هرگز. کلمه‌ای که به عنوان حال انتخاب میکنی ال امکان نداره بگیره، یعنی ال گرفت حال نیست. حتی پیشنهاد من اینه اگر تستی، عبارتی، تمرینی دادن گفتن حالو پیدا کن، ال دارها رو بذار کنار، توی بدون ال ها دنبال حال بگرد. تا اینجا سه چیز در مورد حال یاد گرفتیم. حال اسمه، بسیار خوب، منصوبه، بله، بیاله، درسته. و بچه ها به جرأت میشه گفت که مهمترین ویژگی حال، مهمترین شاخصه حال اینیه که الان می‌نویسم. حال مشتقه، حال مشتقه. خب ما نمیخوایم اینجا قواعد جامد مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، تفصیل مکان رو مطرح کنیم، فقط گوش کن ببین چی میگم. اسم ها یا جامدن یا مشتق. جامد ها مثل تلویز، مثل شمس، مثل قمر، مثل جدار عموماً بیریشن. مشتق ها عموماً که نه، 100% ریشه دارن، مثل مثلا کاتب، مثل مظلوم، اینا میشن مشتق. ولی اگر ما بخوایم از لحاظ تعداد بررسی کنیم، 70% اسم ها در عربی جامدن، یعنی جامد ها نامحدودن، هرگز نمیتونن حال باشن، فقط مشتق های محدود ریشه دار میتونن حال باشن. مشتق هم چند تا هستن؟ 8 تا. یعنی ما 8 سری اسم داریم که مشتقن. شما چند تا میخونین؟ 5 تا. یعنی تو دبیرستان از مشتقات اسم فاعل، اسم مفعول، مبالغه، تفصیل، مکانش رو یاد میگیرید. ای پس آیش که این جوریه، یعنی کلماتی که جز این 5 تا مشتق مثلا نباشن حال نمیشن؟ نه نمیشن. جامدها هرگز، مثلا شمس هرگز نمیتونه، قمر نمیتونه، جدار نمیتونه، تلمیز نمیتونه، مگه اینا اسم نیستن؟ هستن، باید مشتق باشن، اینا جامدات هستن و جزء حال و هرگز نمیتونن حال بشن.
بچه‌ها یه خبر خوب دیگه. پس جامدها کلا رفتن کنار، مشتقات 5 تا برای ما مونده. خبر خوب من اینه، هر مشتقی هم حال نمیشه. از مجموع مشتقها فقط 3 تاشون میتونن حال باشن. حالا میخوام یکم دانش آموزی تر، به درد بخورتر، به درد امتحان ترم اول بخوره براتون بگم. کلمه‌ای که میاد حال میشه یا باید اسم فاعل باشه. خب اسم فاعل چه شکلی بود؟ یا بر وزن فاعل بود یا مو داشت، بر وزن فاعل، یا حرف اولش میم و دار، یا باید اسم مفعول باشه. خب اسم مفعول چه شکلی بود؟ بر وزن مفعول، یا اینکه مو داشت. و سومی که شما تو دبیرستان نمیخونید و میتونه حال باشه، صفت مشبهه. این هم سومین دسته از مشتقاته که از کتابه دبیرستان حذف شده. صفت مشبهه، حالا من معروف ترین وزنشو میگم چون هدفم امتحان ترمه کلماتی که بر وزن فعیل باشن. پس بچه ها ساده بگم، کلمه ای که گوش کنید، اسمی که میاد حال میشه باید گوش کنید، از لحاظ اسم باشه، قابل احترام، منصوب باشه، بله، بیال باشه، درسته، ولی اینکه مشتق اهمیت زیادی داره، یا بر وزن فاعل باید باشه، یا بر وزن مفعول یا فعیل، یا مو داشته باشه، مثل مرسل، مشاهد، منتظر، مؤمن. یعنی کلماتی که مو دارن مشتقند. خب به جز وزن مفاعلت مثل مکاتبت، اون نه، اون جامده، وگرنه هر کلمه میم و دار دار مشتقه و میتونه حال باشه. خب کافیه، زیاد در مورد مشتق صحبت کردیم. یه بار دیگه با هم بررسی کنیم. ما میخواییم بدون هیچ پیشینه قواعدی حالو بشناسیم. خب باید دنبال چه اسمی باشیم با چه ویژگی هایی؟ توجه کن، باید اون کلمه اسم باشه، این یک. منصوب باشه، یعنی ان، یعنی، یعنی و آتن، یکی از اینها رو داشته باشه. بی ال باشه، هرگز نمیتونه ال بگیره. مشتق باشه، مشتق باشه یعنی چی؟ یعنی یا بر وزن فاعل مثل کاتب، یا بر وزن مفعول مثل مظلوم، یا مو داشته باشه مثل مرسل، یا بر وزن فعیل مثل مثلا ضعیف، مثل شریف، مجید. کلمه‌ای که میاد حال میشه باید بر یکی از اوزان اسم فاعل، اسم مفعول و مشبهه باشه. خب ادامه میدیم. اسمی از منصوب، بیعل و مشتق که، بچه ها اینم یه خبر خوبه که محدود میکنه ما چیزهای پراکنده رو حال حساب نکنیم، که فقط در جملات فعلیه میآید. یعنی چی؟ یکم خودمونی تر بگم، هر جا ادعا بکنی این کلمه حاله، قبلش باید فعلی وجود داشته باشه. منظور من متوجه شدی؟ یه بار دیگه میگم، هر جا دیدی کلمی دقت کنی، ادعا کردی کلمه حاله، باید قبل ذهبه کتبه از هبو یلیسی باشه. این آقای عشقی، اگه من یه اسم داشته باشم، منصوبم باشه، بی علم باشه، مشتق یکی از این ستا باشه، ولی قبلش فعل نباشه، حال نیست؟ نه که نیست، هرگز. حال حتما باید در جمله فعلیه باشه. خب بچه ها بریم ادامه. قواعد ما داره تموم میشه. ما بقیه که من الان دیگه باید مثال بزنم، نکته ها رو بگم. یعنی قواعد ما فقط همین یه خطی. یه تیکه دیگه مونده براتون بگم. پس بچه یه بار دیگه با هم بررسی میکنیم. میخواییم حالو بشناسیم. ما وقتی داخل عبارت ها میخواییم حالو پیدا کنیم، باید دنبال یه اسم بگردیم که منصوب باشه، یکی از این نشانه ها رو داشته باشه، هرگز ال نمیگیره، حتما مشتق یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبه است، فقط هم در جمله فعلیه میاد. اما آی عشقی، شما به حال در زبان عربی میگین ارکان فرعی، ما در زبان فارسی به اینها میگیم قیدها. وقتی میگی ارکان فرعی میتونی نیاری، ولی ارکان اصلی مثل فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور، مبتدا، خبر میتونی نیاری. شما میتونی بگی من جمله اسمی دارم، خبر رو نمیارم، میشه که. میتونی بگی جمله فعلیه دارم، حالا فاعل نداشته باشه، نمیشه که. اونا ارکان اصلی هم باید باشن، ولی حال ارکان فرعیه، میتونی نیاری. حالا که میاری برای چی میاری؟ برای بیان حالت یه نفر که بهش میگن مرجع حال. مثال یادتونه محمد خندان آمد، قید حالت کدوم بود؟ خندان. بچه که خندانه؟ محمد. محمد میشه مرجع حال، یعنی کسی که حالتشو داری میگی میشه مرجع حال. که مرجع حال باید معرفه باشه.
خب البته بیشتر تو تست ها این به درد ما میخوره. بسیار خوب بچه ها، قواعد ما تموم شده. یه نکته بگیم و بریم مثال. یه نکته، حال و مرجع حال باید از دو لحاظ فقط، مثل صفت نیست که از چهار پنج نظر مثل قبل خودش باشه، حال فقط از دو نظر، از دو لحاظ، یعنی جنس و تعداد. پس حال و مرجع حال باید از لحاظ جنس و تعداد یکی باشن. اصلا بچه ها این سوال برای شما پیش نیومد، این که چرا حال گاهی تنوین ان میگیره، گاهی ینه، گاهی ینه، گاهی آتن، چرا ادا اطوار در میاره، چرا اعراب های مختلف میگیره، دلیلش چیه؟ دلیلش به این نکته برمیگرده. حال مقصر نیست، مرجع حال مقصره. چون توی زبان عربی، چون تو زبان فارسی همیشه قید حالت رو یه جور میاری. حالا میخوای حالت هر کیو بگی و هر تعدادی و هر جنسی، ولی تو عربی اینجوری نیست. شما مثلا تو فارسی میگی محمد خندان آمد، فاطمه خندان آمد، دو دانش آموز خندان آمدند، دانش آموزان پسر خندان آمدند، دانش آموزان دختر خندان. ببین اصلا مهم نیست تعدادش، جنسش، هر کی باشه گفتی خندان 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 خندان، ولی در عربی اینجوری نیست. حالا ما بیا به خاطر تفهیم مسئله بیا در فارسی این کار رو انجام بدیم. بیایم در فارسی با فرض عربی بین حال و مرجع حال مطابقت ایجاد کنیم. چی میشه؟ محمد خندان آمد، فاطمه خندانت آمد، دو دانش آموز خندانینه آمدند، دانش آموزان پسر خندانینه آمدند، دانش آموزان دختر خنداناتن آمدند. ببین خندان عوض شد. چرا؟ چون توی زبان عربی حال و مرجع حال باید از لحاظ جنس و تعداد یکی باشن. بچه ها هدفم امتحان ترمه، ولی دلم نمیاد اینو نگم. یکی از مدل تست هایی که از حال میاد اینه، گوش کن، میگه عین الخطا فل حال یا عین صحیح فل حال. چهار تا جمله میده، داخل هر چهار تاشون کلمه‌ای که میتونه حال باشه وجود داره، ولی سوال چی گفته؟ گفته یکیشون غلط، یکیشون حال نیست. مطمئن باشید اگر چنین تستی دیدید، خطا بودن اونی که حال نیست یا در اعراب یا در عدم مطابقت با مرجع حاله. یعنی اگر تستی رو دیدی گفت عین الخطا فی الحال، بلا فاصله برید داخل عبارتها حالها رو پیدا کنید، از لحاظ اعراب بررسی. حال باید منصوب باشه. وقتی مثلا اومده با ونه آورده، با آنه آورده، اون نمیتونه حال باشه. خب اگر دیدی نه، از لحاظ اعراب هر چهار گزینه اعرابها درسته. مثلا یکی گفته مسرورن، یکی مسرورینه، یکی مسرورینه، یکی مسروراتن، اعرابها درسته. دیگه خطا بودن برمیگرده به این که یکی از اون حالها با مرجع حالش مطابق نیست. بسیار خوب. پس بچه ها حال و مرجع حال باید از لحاظ جنس و تعداد یکی باشن. این مسئله مهمیه. به خاطر در واقع به احترام این نکته یه مثالی رو با هم بررسی میکنیم. بچه این عبارت رو نگاه کنید. جاء التلمیذ مسروراً. خب حال کدومه؟ اصلا بلش کن، بیایم یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم. قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که وقتی حالو میخوایم تشخیص بدیم، از اول نوع جمله رو بشناسیم. جمله فعلیه است یا اسمیه؟ فعلیه. فعل کدومه؟ جاء. فاعل کدومه؟ تلمیذ. مفعول کدومه؟ مسرورن. چیزی باقی نموند بشه حال که. یه بار دیگه بریم. فعل کدومه؟ جاء. فاعل کدومه؟ تلمیذ. آیا مسرورن رو ما میتونیم مفعول حساب کنیم؟ دیدم حسابی نم. چه جور جملاتی مفعول میگیرن؟ جملاتی که فعل آنها متعدی باشه، یعنی با چه کسی را چه چیزی را معنی بده. آمد چه چیزی را آمد که معنی نداره. پس با این حساب میگیم آیشکی چون جاء فعل لازمه، مسرورن مفعول نمیتونه باشه. جار و مجرور هم که نداریم، میریم مرحله دوم، یعنی ارکان اصلی رو پیدا کردیم. یه بار دیگه میرم، جاء فعل، تلمیذ و فاعل، جار و مجرور ندارم، مفعولم ندارم چون فعل من لازمه، همچنان یه کلمه بلا تکلیف مونده. میگم شاید صفت باشه، نه، شبیه کلمه قبل خودش نیست. شاید مضاف الیه باشه، مضاف الیه مجروره، ا و ان میگیره و دلایل دیگه که نمیتونه مضاف الیه باشه. بچه ها قشنگ میرسیم به مرحله آخر که مسرورن بشه حال، چون دیگه چیزی دیگه شما نمیخونی. خب این پس حاله، این از لحاظ اصولش. ولی
قرار ما چی بود؟ وقتی به ما میگن حالو پیدا کن، اسم بله، منصوب درسته، بیال بله، مسرور بر وزن مفعول درسته، در جمله فعلی هم اومده درسته، پس این میشه حال. خب اما هدف من از این مثال این نکته است. مرجع حال کدومه؟ تلمیز. مذکر مذکر. کتاب شما تو پاورقی دست رو نگاه کنید گفته که تشخیص مرجع حال جز اهداف کتاب نیست. بچه اگر بگم بی خود کرد اینجوری گفته، بیراه نگفتم. منم موافقم. هرگز سوال نخواهد اومد بیا حال مرجع حال رو پیدا کن. ولی چه کار میکنه؟ همونی گفتم. عین الخطا فی الحال. چهار تا جمله داده. یک هر چهارتا هم حال دارن. یک کلمه منصوب 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 که شرایط حال بودن رو داشته باشه رو داره. اسم منصوب بیال مشتق همه چی اوکیه. همه چی حله. ولی یکیشون غلطه. کدوم؟ اونی که حال با مرجع حالش مطابق نیست. خب پس آقا ما اینجا به تشخیص مرجع حال نیاز داریم یا نداریم؟ آره بچه ها، کار کنکور دور زدن قواعده، سوء استفاده از این مسائله. خب بگذاریم، بریم یه در واقع این عبارت رو به هدف این نکته تغییر بدیم. جاء التلمیزتو، یعنی اگر تلمیزو بشه تلمیزتو، مسرور هم باید عوض بشه. چون تلمیز مفرد مذکره، تلمیزت مفرد مؤنثه، حالش هم باید مفرد مؤنث باشه، میشه مسرورتن. بریم یه مثال دیگه. جاء التلمیزانه، اگر مرجع حال شما مثنا باشه، آنه یعنی داشته باشه، خب حال شما باید چجوری بیاد؟ بچه ها یعنی برای چه زمانی بود؟ برای زمانی که مرجع حال ما مثنا باشه دیگه. تلمیزانه میشه دو دانش آموز، پس حالش میشه مسرورینه. پس علت این که یعنی گرفته به خاطر اینه. بریم مورد بعدی. جاء التلامیزو مسرورینه. چرا یعنی؟ چون مرجع حالش جمع مذکره. یه مثال دیگه. جاء التلمیزات مسروراتن. چرا آتن؟ چون مرجع حالش جمع مؤنثه. بچه شاهد باشید، مسرورن، مسرورتن، مسرورین، مسرورین، مسروراتن. چرا حال تنبع اعرابی فراوان داره؟ همه مقصر مرجع حاله. کسی که داری حالتش رو توصیف میکنی، حالتش رو در واقع بیان میکنی، توصیف نه. بسیار خوب، پس من این که یه مثال رو به شکل‌های مختلف براتون گفتم، خواستم گفته باشم این نکته بسیار مهمه. حالا بچه‌ها بریم مثال‌های متنوع دیگه. مثلا بعث الله الانبیاء مبشرین. خب حال کدومه؟ مبشرین. مرجع حال کدومه؟ الله یا انبیا؟ میگیم الله که مفرده، مبشرین نگاه کن یا نداره جمع مذکره، لابد مرجع حالش جمعه که اینم جمع اومده. بله انبیا میشه مرجع حالش. خب بچه ها یه مثال دیگه. خلق الله الشمس والقمر دائبین. دائب یعنی در چرخش، در حرکت. میگه خداوند خورشید و ماه را در چرخش و حرکت قرار داده است. خب آقا چرا یعنی؟ چرا مثنا؟ چون خورشید و ماه دو تا اند. یه مثال دیگه. خلق الانسان ضعیفا. ضعیفا چرا مفرد مذکر؟ چون انسان مفرد مذکر. مثال بعدی. یا ایتها النفس المطمئنت ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. بچه همونجوری که تو زبان فارسی شما میتونید دو تا حال رو پشت سر هم بیاری، اصلا 10 تا حال رو پشت سر هم بیاری، تو زبان عربی هم وجود داره. الان راضیتن میشه حال یک و مرضیتن میشه حال دو. ولی حرف دلم اینه، چرا گفته راضیتن؟ چرا گفته مرضیتن؟ چرا مؤنث آورده؟ چرا نگفته راضیان مرضیان؟ لابد مرجع حالش مؤنثه. ببینید مرجع حالش کیه؟ ای نفس مطمئن برگرد به سوی خدایت
راضی و خوشنود. داره با کی صحبت میکنه؟ با نفس. ای نفس مطمئن، مگه نفس مؤنثه؟ دقیقاً. نفس، ارض، شمس، ریح، یه 7-8 تا در واقع 9 تا اسم هستن در زبان عربی، مؤنث‌های سماعی. حتی یک سری از 5 سری اینا هستن. مؤنث‌های سماعی نامیده میشن. چون نفس مؤنثه، به این دلیل حالش هم در واقع مؤنث اومده. خب بچه ها، یه مثال دیگه بگم و دیگه این قسمت رو جمع بکنیم. قرأتو، این یه نکته هم با خودش داره. آیات القرآن مکتوبتن فل کتاب. خب بچه، حال کدومه؟ مکتوبتن. مرجع حال کدومه؟ آیات. خب آیه عشقی، مگه نگفتی حال و مرجع حال باید جنس تعدادشون یکی باشه؟ مکتوبتن که مفرد مؤنثه، آیات که جمع، جمع مؤنثه. نگاه کن اینجا گفتی جاءت المیزاد مسروراتن، چون مرجع حال جمع مؤنث، حالش هم جمع مؤنث. خب اینجا مرجع حال جمع مؤنثه که، چرا حالش مفرد مؤنث آوردی؟ این یه نکته با خودش داره که حتما شما شنیدید. بچه ها تو زبان عربی برای جمع غیر انسان، جمع غیر انسان همه چی مفرد مؤنث میاد، همه چی مفرد مؤنث میآید. خب صفت بخوام بیارن مفرد مؤنث، حال بخوام بیارن مفرد مؤنث، ضمیر مفرد مؤنث، اسم اشاره مفرد مؤنث، فعل مفرد مؤنث، موصول مفرد مؤنث. یعنی برخوردی که با جمع غیر انسان ها، الان دانش آموزای دختر آدمن چون انسانن مطابقت کرده از لحاظ جنس و تعداد، ولی اگر جمع آیات، خب آدم نیستن دیگه، جمع غیر انسان باشه مفرد مؤنث میاد، حالش هم مفرد مؤنث میاد و اشکالی نداره. بسیار خوب. خب بچه‌ها بریم سراغ نکات. نکته‌ها رو به ترتیب براتون میگم. نکته اول، من دو تا مثال فارسی میزنم، این دو تا مثال با هم بررسی کنیم، یعنی شما به من کمک کنید که حال رو پیدا کنیم. بچه ها اولی همون مثالی گفتم، وقتی من میگم محمد خندان آمد، الان قید حالت کدوم میشه؟ خندان. حالا یه جمله دیگه میخوام بگم، شما قید حالت رو پیدا کنید. محمد در حالی که میخندید آمد. بچه ها در حالی که میخندید همون مفهومی رو به ذهن شما میده که خندان میده، ولی یه فرقی وجود داره. خندان فقط یه اسمه، در حالی که میخندید یه جمله است. هر دوتا یه مفهوم میدن. خب نتیجه میگیریم در زبان عربی البته حال گاهی به صورت جمله میآید که بهش میگن جمله حالیه یا حال جمله، که نظام جدیدها سرتشو زدن دیگه. برای شما تشخیص جمله حالی بسیار ساده است. چرا؟ چون همیشه خدا با یه واو شروع میشه، معروف به واو حالیه، به اضافه یک ضمیر، منظور من منفصل های مرفوعی هو و ما هم، یا هو ما هن، انت انتم انتم، انتی انتم انتونه، انا نحنو، یکی از اینها. و چون اینا همیشه مبتدن هو و هم و هم، طبیعتاً هر چی بعدش بیاد میشه خبر. خب پس حتی تو فارسی ما دیگه جمله حالی به اون معنا نداریم، ولی تو عربی جمله حالی داریم، یعنی در حالی که میخندید رو یه جمله حالی حساب میکنیم. بچه لطفاً به مثال توجه کنید. مثلا میگیم جاء المعلم و هو یضحک. خب بر فرض به ما گفتن بیا داخل این جمله حالو پیدا کن، شما هر چی نگاه میکنی یک اسم منصوب بیعل مشتق ویژگی هایی که میخوایم رو داشته باشه رو نداریم، یعنی حال مفرد داخل این نداریم، مثل زاهکن، مثل مسرورن نداریم، ولی به ما گفته حالو پیدا کن. خب هر وقت دنبال حال گشتی، اسم منصوب بیعل مشتق ویژگی هایی حال داشته باشه رو دیدی نداره، حتما جمله جمله حالی است. پس با این حساب این چه کار میکنم؟ زیر هو یضحک خط میکشم، مینویسم حال، حالی که به صورت جمله اومده. بچه ها به این واو میگن واو حالیه،
و اینکه الان قرار ما این باشه، حتما باید و باشه، حتما باید یک ضمیر منفصل مرفوعی، منظور من هو و هما هم، هی هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتون، انا نحنو، حضور داشته باشه. یعنی و هو و و هی و انت و انتم و انا، اینها رو دیدیم میگیم اینجا حال وجود داره. بسیار خوب. پس یه مسئله دیگه اشاره کنم، گوش کنید، کلی میگم. اگر داخل جمله حالیه شما، الان و هو و یضحک جمله حالیه شماست، اگر داخل جمله حالیه شما فعل وجود داشته باشه، هر زمانی باشه یه زمان گذشته تر معنی میشه. این اگر مضارع باشه ماضی استمراری معنی میشه، ماضی باشه ماضی بعید معنی میشه، مثلا مستقبل باشه مضارع معنی میشه. الان یضحک یعنی میخندد، ولی من چجوری معنی میکنم؟ معلم آمد در حالی که، همیشه جمله، همیشه که نه، عموما جمله حالیه با در حالی که آغاز میشه، در حالی که، در حالی که میخندید. آیا عشقی یضحکوی میخندد که مضارع اخباری هست رو شما چرا ماضی استمراری معنی کردی؟ چون داخل جمله حالیه اومده. خب بچه ها این نکته اول ما بود، بسیار خوب، بریم نکته دوم. بچه ها نکته دو، فعل هایی در عربی وجود دارند معروفند به افعال دو مفعولی. یعنی جمله فعلیه که فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور داره، فعل هایی وجود دارند که اگر داخل جمله بیان، فعل، فاعل، مفعول، مفعول، جار و مجرور، این دو تا مفعول میگیرن. حالا این چه ربطی به قواعد حال داره؟ ربطش به اینه، مفعول دوی اینجور جملات به شدت شبیه حاله. این اصلا شک نکنید، شما اگر این فعل‌های دو مفعولی رو نشناسی حتما اشتباه خواهی کرد و بارها سوال کنکور بوده. خب پس ما بیاد فعل‌های دو مفعولی رو بشناسیم، افعال دو مفعولی. اونایی که سابقه سوال کنکور داشتن این دوتا بودن، جعل، اتی، ولی ما چند تای دیگه هم میگیم. خوشبختانه محدودن فعل‌های دو مفعولی، رزق، منه، وهب، دیگه براتون بگم، البسه، علم، اخبره، اخذه، همینا کافیه. بچه ها اینها این پتانسیل رو دارن که دو تا مفعول بگیرن. خب حالا مفعول دو اینها اگر شما اینا رو نشناسی میگی حال، پس افعال دو مفعولی حال نمیگیرند. خب مثال نگاه کنید، جعلتک امینتن علی اسراری. خب بچه نگاه کنید، از هر زاویه‌ای وارد چی، اگر افعال دو مفعولی رو نشناسی اشتباه خواهی کرد. جعل فعل، تو فاعله، که مفعوله، علی اسرار جار و مجرور، یه هم مضاف نلست، امینتن اینجا باقی مونده. این ببین شما ارکان اصلی تو پیدا کردی، فعل تو پیدا کردی، فاعل تو پیدا کردی، مفعول پیدا کردی، جار مجرور پیدا کردی، تازه مضاف نلست پیدا کردی، چی مونده؟ خب شرایط مهیای بگی چی؟ حال. بگی در واقع حال. ولی وقتی من میبینم عبارت من با جعل آغاز شده، بلافاصله میگم مفعول دو و که میشه مفعول یک. خلاصه کنم، حتی این برای امتحان داخلی احتمالش کمه، بیشتر جنبه کنکوری و تستی داره. عبارتی که داخلش جعله باشه و اسم منصوب دیدی، اونجا معمولاً از حال خبری نیست. بریم نقطه سه. خب بچه ها نقطه سه، بچه ها نکته سه ما رد داره به، البته اینو در واقع تو تعریف اصلی حال گفتم، ولی خب به هر حال چون اینو فعلا بشناسید بد نیست. افعال ناقصه، منظور من کدومه؟ کانه، ساره، لیسه و اسبحه. حالا کانه یکونو، کن، مزارشه، امرشه، ساره یسیرو، لیسه که اصلا مزار امر نداره، اسبحه یسبحو هم شامل حال اینا میشه. افعال ناقصه زیر مجموعه اسمیه هستند.
خب جمله‌ای که اسمیه باشه که داخلش حال وجود نداره بسیار خطرناکن. مثال نگاه کنید، وقتی اسمی باشن دیگه حال نمیتونن بگیرن. کان الرجلو زاهکن. بچه نگاه کنید، زاهکن تمام اصلا داره میگه، اصلا معنای حالو داره، یعنی شرایط مهیه اشتباه پیش بیاد. ولی ببین، بیا با هم بررسی کنیم. اسم هست، منصوب هست، بیال هست. دیگه براتون بگم که مشتق زاهک بر وزن فاعل هم هست. اگر قبلش رو بخوای دقت نکنی یه فعلی هم وجود داره واقعا. کانه بالاخره فعله، ولی فعل ناقص هست. فعل های ناقص کانه، ساره، لیسه، اصبح جز جملات اسمیه به شمار میاد. پس شانس این که در واقع بیان حال بگیرن رو ندارن. حالا چکار کنیم؟ میگیم اینجا هم ما حال نداریم، این میشه چی؟ خبر کانه. پس بچه ها لطفا توجه کنید، فعل دو مفعولی داشته باشی حال نداری، لطفا توجه کنید. وقتی کلمه رو به عنوان حال انتخاب کردی، قبلش دیدی کان است داره لیسه اصبح وجود داره، اونجا هم از حال خبری نیست. البته تو تست ها مراقب شیطنت های تراسوال باشید. بعضی موقع مثلا اول جمله کانه داره، آخرش هم یه کلمه داره انگار حال. ببین شما میخواب کانه اومده باطل دیگه. دقت کن، بعضی موقع از کانه تا حال این وسط مسطا یه فعل آورده، یه سبوی یک دوبوی، اگر فعل آورده باشه ظاهرا میتونه حال باشه. متفهمشون چی شد؟ مثلا اگر بگه کان الرجل یذهب ظاهرا دیگه میتونه باشه. من اصلا مثالو بنویسم به خاطر شما، نگاه کنید. کان الرجل حالا با فرض مثال، زیاد به معنی و مفهومش توجه نکنید، ظاهرا الان میتونه حال باشه. چرا؟ چون قبلش فعل وجود داره. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. رجل میشه اسم کنه، یذهب و ظاهرا کلا میشه خبر کنه. خب فعل دیگه، فعل پس میشه حال، در حالی که اینجا میشه چی؟ خبر کنه. خب این دو تا نکته ای که گفتیم، افعال دو مفعولی و افعال ناقصه، اینا بسیار سمی ان، بسیار خطرناکن. دانش آموزا خیلی اشتباه میکنن و اینها رو حال حساب میکنن. بچه بریم آخرین نکته بحث رو بگیم، بعد بریم داخل کتاب با هم در واقع چند تا تمرین رو هم ببینیم. آخرین نکته رو من با سه تا مثال شروع میکنم. رأیتو التلمیزه المسروره. مثال دوم، رأیتو التلمیزه مسرورن. مثال بعدی، رأیتو تلمیزن مسرورن. خب بچه، صحبت ما اینجا سر کلمه مسرور، مسرور، مسروره. این سه تا جمله‌ای که شما می‌بینید فقط یکیشون حال داره. حالا ببینیم کدومه. اولی که نمیتونه حال باشه، چون حال هرگز ال نمیگیره. خب پس آیشقی اگه حال نیست چیه؟ جواب، این صفته. از کجا فهمیدی صفته؟ دو تا کلمه ال دار بغل هم عموماً دومی صفته. خب بریم آخری رو نگاه کنیم. مسرورن که خب دیگه ال نداره، این میتونه حال باشه، میگیم اینم نه. پس این چیه؟ اینم صفته. چرا؟ دو تا کلمه بدون ال هم بغل هم معمولا دومی صفته. نگاه کن، تلمیزن، مسرورن. اصلا قرار ما نبود فعل پیدا بشه، فاعل پیدا بشه، مفعول پیدا بشه، جار مجرور پیدا بشه. اگر چیزی باقی مونده، که باقی مونده، اگر صفت نباشه، مضاف الیه نباشه، به حال فکر کنیم. شما الان فعل پیدا میکنی رعیه، فاعل پیدا میکنی تو، مفعول پیدا میکنی تلمیزن، جار مجرور نیومده، یک کلمه مونده شبیه قبل میشه صفت دیگه. پس اینم شو صفت. اما بچه ها دومی رو ببینید، مسرورن آیا شبیه قبلشه؟ نه. پس تمام شد، میشه چی؟ حال. چقدر باید مراقب باشید. در ضمن معنی کردن این عبارت ها هم بسیار مهمه. مثلا اولی رو من میخوام براتون معنی کنم. ببینید، دانش آموز خندان آمد. یعنی باید به صورت این معنی کنی، اون بود صفت بودن حس بشه. دانش آموز خندان صفتشه دیگه، آخری هم صفتشه، باز باید جوری معنی کنی صفت بودن حس بشه. دانش آموز خندانی آمد،
یا دانش آموزی خندان، جوری معنی میکنیم. سپس وقتی دو تا اسم بیال با هم بیان معمولا یکیشون یه میگیره، ولی مهم نیست. مهم اینه که وقتی میگی دانش آموز خندان، من میفهمم خندان صفته. وقتی میگی دانش آموز خندانی، متوجه میشم خندانی صفته. اما بچه ها بریم دومی، دانش آموز را، حتی من اشتباه معنی کردم، باید دیدم میگفتم. خب آیه صالحی این پاکن اینو بزمت بیاری. مرسی. خب بچه ها این قسمت رو پاک کنم، دوباره بنویسم. اولی میشه دانش آموز خندان را دیدم، آخریم دانش آموز خندانی را دیدم. ولی وسطی که مسرورن حاله، ببین دانش آموز را خندان دیدم. یعنی بین دانش آموز و خندان فاصله ایجاد کردم، چون صفتش نیست که بغل هم بیاد. حاله دانش آموز را خندان دیدم، در حالی که توی اولی گفتم دانش آموز خندان، آخری گفتم دانش آموز خندانی، یعنی اون بعد صفت بودن ملموس بود، ولی اینجا دانش آموز را خندان دیدم. نکات بسیار ظریفی هست توی در واقع سوالاتی که یک جمله عربی میده دوتا فارسی، ممکن از این قضایا استفاده بشه. خب از جای دلم، این در واقع قواعد درس دوم بود. یه استراحت کوتاه میکنیم، بعد انشالله برای حل تمارین درس دو در خدمت شما هستیم. اگر شرایط جور بشه یه نمونه سوال هم با هم بررسی خواهیم کرد. پس یه استراحت کوتاه بکنید، در خدمت شما هستم بعد از 7 دقیقه. خسته نباشید، فعلا. خب بچه ها سلام مجدد. با هم کتاب میبینیم، چند تا هم تمرین هایی که مرتبط دقیقا به قواعد ماست، و یه نمونه سوال هم با هم با توجه زمانی که داریم بررسی میکنیم با چارچوب سوالات آشنا بشیم. بسیار. اول کتاب. درس دوم ما در مورد موضوع حال بود و اینکه اون تمرین هایی که دقیقا مرتبط با قواعد درس ما هستن رو میخوام ببینیم. بچه نگاه کنید، امتحانی که شما خواهید داشت، آره اگه درس ثانی رو ببرید ممنون میشم، امتحانی که ما در پیش داریم، حالا بعضی بچه‌ها ممکن امتحان عربی رو داده باشن، ولی عموما اونجوری که من خبر دارم ترم اول رو عربی رو شما هنوز امتحان ندادید. امتحانی در پیش دارید تقریبا 20 نمره از 20 نمره 17 18 نمره عین خواسته ها و گفته های کتابه، یعنی اون قواعد رو به نوعی خواسته، اون ترجمه درس رو خواسته، ترجمه تمارین رو خواسته، در مورد موضوع کتاب درس 1 و 2 صحبت کرده. 2-3 نمره تراسال اجازه داره برگرده به گذشته ها، عربی 10، عربی 11، موضوعاتی قبلا یاد گرفتی. بچه‌ها اینجا یک ذره نگران میشن. ببینید بچه‌ها، شما نه وقتشو داری، نه شرایطو داری، نه اصلا امکان داره به خاطر امتحان دیما بیای عربی 10 و 11 کلا یاد بگیری. بعد چیکار کنم عاشقی؟ از اون 2 نمره بگذرم 2-3 نمره؟ نه، شما به درس 1 و 2 به تمرینش توجه کنی. مثلا یه دفعه گفتی که آقا بیا توی، اصلا ربطی به برفع اسم فاعل مفعول نداره، ربطی به اسم تفصیل نداره، گفتی حالا بیا توی این تمرین اسم تفصیل هم پیدا کن. شما در چارچوب تمرین های درسی 1 و 2 در واقع مواردی که به گذشته ها ربط داره رو یاد بگیرید کفایت میکنه، چون عموما همون ها میاد. این تراسال دیگه برای مواردی که به درسی 1 و 2 ربط نداره به زیاد ریز نمیشه به گذشته ها. اصلا یه دانش آموزی میگفت که اگه ریز بشم من چه غلطی میتونم بکنم واقعا، چون وقتشو داری بری عربی 10 و 11 رو بخونی. پس خلاصه کنم براتون، مواردی که از 20 نمره 2-3 نمره گذشته ربط داره، شما همون حوزه کتاب خودتون درس 1 و 2 تمرین های گذشته ربط داره رو، حتی اگر نفهمیدی اصلا چرا جواب شد فلان کلمه، سعی کنید به ذهن بسپرید، چون اینجا شما مثل بازیکن فوتبالی باید عمل کنید که گل بزنید. اینجا دیگه من ادوات رو یاد گرفتن در نظرم بهتره. سعی کنید نمره بگیرید، امتیاز بگیرید، به هر حال معدل توی سرنوشت شما داره اثر میذاره. اما خب خوشبختانه 17 18 نمره دقیقاً قواعد و موارد کتاب است. یه چی هم بگم بعد بریم ادامه. بچه‌ها معمولا میپرسن خب چند نمره امتحان ما ترجمه است، چند نمره قواعده، و معمولا ما در اینجا میگیم 10 نمره لغت معنی ترجمه ربط داره، 10 نمره قواعد و تمرین ها ربط داره. ولی بچه‌ها دقیقاً توی عربی قضیه برعکس زبان انگلیسیه. ترجمه های عربی هم عموما به قواعد درس مربوطه ربط داره،
یعنی جمله رو داده معنی کنا ولی داخلش ان آورده. جمله رو داده معنی کنا، مثلا یه جمله داده دو تا معنی داده، معنیشو ترجمه است تو قرار انتخاب کنی، ولی تو تشخیص حال باید انتخاب کنی. پس حواستون باشه همیشه ترجمه های عربی رو بدونید بر پایه قواعد ها خواهد بود عموما. بسیار خوب، درس دو که در مورد عتم و کتاب انسانی ها رو آوردیم و اشکالی هم نداره، چون میخوایم اون تمرین هایی که مد نظر ما هست رو کار کنیم، یکم کتاب انسانی نسبت به تجربه جامعه تر از جنبی یه خوبی هایی هم داره خدمت شما. تمرینی که دقیقاً از ما حالو خواسته باشه، حالا من معمولا میرم سراغ خودآزمایی ها. اولین خودآزمایی رو ببینید، این اولین خودآزمایی ماست. اختبر نفسک عین الحاله فل جمل تالیه، دیگه خودآزمایی یعنی خودت را آزمایش کن، مشخص کن حال را در جملات زیر. جمله اول، وصل المسافران الى المطار متاخرین و رکبا طائرته. بچه اینجا گفته حال رو پیدا کن. یکی از شاخصه های مهم حال که خیلی ساده بود این بود که حال ال نمیگیره. شما اگر توجه کنید فقط یه دونه کلمه اینجا داریم که ال نداره، بقیه یا فعلن یا ال دارن و اون چیه؟ متأخرینه میشه حال ما. اما سوالی که مطرح میشه، متأخرینه چرا ینه گرفته؟ چرا مثناه؟ مگه مرجع حالش مثناه؟ ببینیم، بله متأخرینه برمیگرده به چی؟ مسافرانه، و مسافرانه آنه چون مثناه حال با ینه باید بیاد. جمله دوم، تشتای دو طالبتو فی ادای واجبات ها راضیتن، حال کدوم راضیتن؟ چرا مؤنث اومده؟ چون بر میگرده به طالبت. البته بچه ها این که من مرجع حالی یه ذره بیش از حد در واقع انتظار بهش گیر میدم، بیشتر تو تست های کنکور ملاک و معیاره، تو امتحان داخلی این قضیه کمرنگه. بریم سه، یشجع المتفرجون فریقا هم الفائز فرحینا. خب فرحینا میشه چی؟ فرحینا میشه حال ما. مرج چرا جمع اومده؟ چرا جمع مذکر اومده؟ چون برمیگرده به متفرجونه. چهار، الطالبتان تقرآن دروسهما مجدتین. خب چرا مثنا اومده؟ چون برمیگرده به طالبتانه. بچه یه موضوع جالبی رو برای شما بگم، شاید به دانش آموزا ربط نداشته باشه، این بیشتر قابل توجه همکارای ماست. کتاب نظام قدیم اصطلاحی به نام مرجع حال نبود، میگفتن ذوالحال، صاحب حال. خب ولی کتاب نظام جدید اومدن گفتن مرجع حال، صاحب حال و ذوالحال حذف کردن، به جاش گفتن مرجع حال. چرا؟ ببین مرجع حال ساختگی ما ایرانی هاست، یعنی نویسنده های کتاب های فارسی گفتن مرجع حال برای فرار از یک قضیه. اون قضیه چی بود؟ ببین مرجع حال میتونه اونی که حال بهش بر میگرده، اونی که از لحاظ معنا و مفهوم، مثلا آخری نگاه کنید، دو دانش آموز و دختر میخوانن درسهایشان را با تلاش، درسته؟ کیا؟ دو دانش آموز و دختر. خب اگر برفرض به من بگن که تو عبارت چهارون شما مرجع حال رو پیدا نکن، صاحب حال رو پیدا کن یا ذوال حال رو پیدا کن، یه قانون این وسط وجود داره، هیچ وقت صاحب حال یا ذوال حال نمیتونه قبل فعل باشه. چرا؟ تو ادبیات عرب قانونه، دنبال چرا هم نگردیم. خب پس بچه ها با این حساب، چون صاحب حال یا مرجع حال قبل فعل نمیتونه باشه و نویسنده های کتاب های نظام جدید خواستن قضیه رو برطرف بکنن، دانش آموز دیگه درگیر این داستان رو نشه، گفتن مرجع حال، چون تو عربی اصلا مرجع حال نداریم. متوجه شدی؟ الان مرجع حال ما کدومه؟ طالبتانه. اگر بگن ذوال حال کدومه، صاحب حال کدومه، ما باید بگیم آ در تقرآنه میشه صاحب حال، چون صاحب حال یا باید فاعل باشه یا مفعول باشه یا نائب فاعل باشه و اینها در جمله فعلیه وجود دارن و بعد از فعل وجود دارن. حتی این گفتم فقط همینجوری جهت در واقع تنویر افکار عمومی بود، زیاد مهم نیست. بچه یه خودآزمایی دیگه ببینیم که ببینیم جمله حالی هم بله. این عبارت توجه کنید، ترجم الآیات الکریمه ثم عین الحال. گفته آیات زیرا ترجمه کنید سپس حال را مشخص کنید. شماره یک، خلق الانسان ضعیفاً، حال کدومه؟ ضعیفاً. حالا معنی میکنم انسان ضعیف خلق شده است. بچه حال در زبان فارسی معمولاً قید حالت وقتی مفرد باشه با مثلا میگیم دانش آموز با شتاب آمد، یا آن میگیره دانش آموز خندان آمد.
حالا تو زبان وقتی از عربی به فارسی برمیگردونیم معمولا اینها رعایت میشه. خب بریم دومی. ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. بچه ها اینجا حال مفرد نداری، ولی ببین چی داری؟ اینجا واو و ضمیر داری، پس جمله حالیه داری. پس این حال بود، اینم حاله، اما این حال مفرد، این حال جمله است. چرا؟ چون با واو و ضمیر اومده. خب معمولا هم حال جمله با در حالی که، سستی نکنید و اندوهگین نباشید در حالی که شما بلند مرتبه هستید. خب بریم شماره 3. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین. دقت کنید، آیا امتا نمیتونه حال باشه؟ میگیم نه. چرا؟ دو تا زیرا براش میگم. زیرای یک، ببین قبلش فعلی وجود نداره، کانه وجود داره، همیشه قبل حال باید فعل باشه. زیرای دوم، امتا مشتق نیست، نه بر وزن فاعله، نه بر وزن مفعوله، نه بر وزن فعلی نمو داره. آیش که واحدتن چی؟ واحدتن که اصلا مثل روز روشنه که صفتش، نگاه کن، عین امتنه. پس اینجا از حال خبری نیست. پس حالش کجاست؟ مبشرینه. مرجع حال کدومه؟ نبیینه. پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. بریم شماره 4. اینو براتون تو مثالهای خودم هم گفتم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن، حال یک، مرضیتن، حال دو. خب اینو برمیگردم به کی؟ به نفس. اگر بگن مرجع حال میشه نفس، اگر بگن صاحب حال یا ذوالحال میشه یه در ارجعی. آره بری خدا رو شکر کنین که این زحمت رو کشیدن، صاحب حال ذوالحال اسمشو عوض کردن گفتن مرجع حال، وگرنه یکم سخت میشد کار. شما فقط از طریق معنی میتونید بفهمی الان نفس مرجع حال شماست. بریم شماره 5. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. باز جمله حالیه، در حالی که در رکوع هستند. خب بچه‌ها دیگه وارد تمرین ها نمیشیم، میریم سراغ یه نمونه سوال هم با هم ببینیم، طرح شده یکی از همکارای ماست. فقط میخوام با سوالات، تیپ سوالات آشنا بشید و هر جا به قواعد ما در واقع ناخنک زده باشم در موردش صحبت بکنیم. شماره اول، ترجمه کلمات لفظی اشیر الیها به خطن الف به جیم دال. بچه‌ها 4 تا گزینه داده، 4 تا در واقع جمله نوشته، داخل هر جمله زیر فقط یک کلمه خط کشیده و فقط معنی کلمه خط کشیده شده را شما باید بنویسید. من به شوخی میگم خودشیرین نکنید، ما خوشمون نمیاد. کامل ننویسید حتی اگر بلدی. ان رجلی تؤلمنی، همانا پایم مرا اذیت میکنه. من نمیخوام اینو. اونی که میخوام بنویسید فقط معنی رجله. رجل میشه پا و جمعش میشه ارجل، فقط معنی اون واژه ها. دو، انتخب المتضاد و المترادف للفراق. چند تا کلمه داده، التواب، الذنوب، اذنب، النسیم، البسمت. اینا گفته آقا تو اینها خدمت شما عرض کنم، برای قسمت علی متضاد تابه رو پیدا کن، برای قسمت ب مترادف الحظ رو پیدا کن، که مثلا میشه النسیب و حالا تابه، بله از نبع میشه متضادش. حالا دنبال معنی نیستیم، اینکه تمرین چی خواسته. سوال شماره 3، انتخاب المفرد. 4 تا کلمه داده، مفردش رو پیدا کن، سیاه، بنیان، مساکین، آلهت، که خدمت شما عرض کنم که بنیان میشه مفرد. و انتخاب الجمع، تسلی، اربعا، اعیون و اعلا، گفته جمع رو پیدا کن که اعیون میشه جمع، بقیه مفردن. این کلمات یه ذره شبیه اسمای جمعن، ولی 3 تاشون در واقع مفرد بودن. برای این تمرین سوالات این چنینی شما متضادهایی که توی درس 1 و 2 وجود داره یاد میگیری، و برای مفرد مثنا جمع بودن فقط توی لغت‌های درس 1 و 2 حواست باشه، معمولا از اونها سوال تر میشه. اونایی که مثلا اسم مفرد آورده جمعشو گفته، جمع آورده مفردشو گفته، مهمن. سوال شماره 4 که پربارمترین سواله، حداقل 4 نمره و بعضی موقع 5 نمره 6 نمره بارمشه، جملات رو 70-80% این جملات از متن درس 1 و 2 انتخاب میشن، 20-30% از تمرین ها انتخاب میشن، و عموما از تمرین هایی که دقیقاً تو کتاب گفته که ترجمه کنید، مثلا حالو پیدا کنید، ترجمه کنید، حرف مشاوره پیدا کنید، از اونها هم انتخاب میشه داخل این جملات و سوال میاد. خب سوال 5 اینه که یک جمله عربی میده و
دو تا معنی که یکیشو باید انتخاب کنید. بچه یادتونه گفتم ترجمه میدم ولی حواست باشه قواعد داخلشه. بچه نگاه کنید، توحب الاسما که زینت انتاکل فرائس حیتن. الان حیتن اینجا حاله. سوالی که مطرح میشه، خب آیا عشقی اگه حیتن حاله، من میگم چجوری من بچه دقیقا این چجوری معنی کرده. حالا ممکنه مسئله دیگه هم باشه ها، معمولا تست ترجمه اینجوری تر میشه. پراسال میشینه فکر میکنه من این جمله رو انتخاب کنم به این هدف. هدف اصل میاد به خاطر اینکه بپیچونه چهار تا نکته دیگه بکنه اول آخرش اضافه میکنه. اینجوری داستان. توحب الاسما که زینت ان تاکل الفرائس حیتن. ماهیان زینتی دوست دارند که شکارها را زنده بخورند. ببین به این دو تا قسمت توجه کنید. شکارهای زنده، شکارها را زنده. دقیقاً صحبتی که توی آخرین نکته براتون گفتم. رأیتو گفتم التلمیذ المسرور. دانش آموز خوشحال را دیدم. رأیتو التلمیذ مسرورن. دانش آموز را خوشحال دیدم. بچه‌ها شکارها را زنده. نگفته الفرائس الحیه. اگر این ال می داشت میشد صفت، این میشد شکارهای زنده دومی میشد. حالا گفته الفرائس حیتن میشه شکارها را زنده. پس جواب میشه اولی. شماره دو رو نگاه کنید، باز لای نفی جنس آورده. لا دین لمن لا عهد له. دقت کنید ترجمن ولی قواعد دخیله. و بعدی هم همینجور. شماره 6، سوال شماره 6، بله خب کمل الفراغه به ترجمه المناسبه. اینم همینجور باز قواعد داخلشه، یعنی عبارتی داده و معنیش هم گفته، معنی بعضی از کلماتو نگفته. گفتارشان تو را نباید اندوخی کنند زیرا سخنشان و زیرا بزرگی همه از آن خداست. بله پس بچه ها با این حساب هم سوال شماره 5 هم سوال شماره 6 قواعد داخلشه. حالا نه اینکه دانشجو مثلا قواعدو نخونده باشه نتونه الزاما جواب بده، نه ها، ولی این میشه هوشمندانه جواب دادن. من میدونم این ترجمه به نام ترجمه است ولی قواعد داخلشه و حواس هم از حال وجود داره، لاین اپ جنس وجود داره، ان وجود داره. بعدی هم همینجور. فی ای عبارت لا نستفید من ترجمه، هیچ نیست. میگه در کدام عبارت استفاده نمی‌کنیم از هیچ نیست؟ ما هیچ نیست رو کجا استفاده می‌کردیم؟ زمانی که لاین اپ جنس داشته باشیم. اینجا گفته کدوم استفاده نمی‌کنیم، یعنی بین این سه تا. خب ببین این لاین اپ جنس اینجا هم لیس به معنی نیسته میتونه باشه، پس جواب میشه در واقع اینم میتونه باشه. اونی که هیچ نیست میاریم قسمت ب، لا خوف علیهم، هیچ نیست نداره، نه ترسی بر آنها نیست. خب خود لیس خب معنی نیست داره یه جورایی، البته هیچ نیست براش گفتن یه ذره باز در واقع در مقایسه با لا طائره قرب العشه به اون میزان در واقع نفی کامل نمیکنه. هیچ نفی به اندازه لای نفی جنس نفی کامل و مطلق نمیکنه. خب بچه ها بریم سوال شماره 8. کم بلد فراغه بالحرف المناسب. اینجا استفاده کن بازم حروف مشبهه. خب وقتی اول جمله آورده انه نمیتونه باشه، یا این میتونه یا این، چون انه انه. وقتی وسط جمله آورده پس اینم باطل میشه چون ان ناسب. ببین دقیقا به این توجه کنید، انه قواعد درس 1 ماست، ان ناسبه قواعد درس 5 عربی 11 همه. یعنی این یه دونه سوال ترکیبی از درس 1 و درس 5 عربی 11 همه. از گذشته هم گفتم استفاده میشه به این صورت. انتخاب ترجمه تل مناسب علی کلمات التي اشير اليه و خط ترجمه مناسب را برای کلمات خط کشیده شده. خب کأنه حروف مشبه است، معنیش میشه گویی، پس این میشه باطل، جواب مشخص میشه دیگه، اصلا نیازی است که به ادامهش نگاه کنی چون دو قسمتیه، هم معنی کأنه رو خواسته هم معنی لا تدرک رو، ولی با کأنه ما به جواب میرسیم. معمولا این جور موارد که با یک قسمت شما به جواب رسی اگر داخل تست باشه، به این تست ها میگن تست های غیر استاندارد. معمولا کنکورها حواسشون هست به این قضیه. خب و بعدی هم همینجور عبارتی داده، لاکنه رو مثلا معنیشو خواسته، حالا اما و ولی هر دو میتونن باشن، ولی با توجه به کنتم لا تعلمون نمیدانستید، یعنی ماضی استمراری میشه جواب. شماره 4، ترجمه الحرف المحدد. گفته حرف مشخص شده رو ترجمه کن. لعله رو تو باید بدونی معنی مثلا شاید میده. ترجمه کلمت المشاره. ببین این درسیه که این درس دوه. جالسن حال دیگه میشه نشسته. شاهدت صدیق فی المطار جالسن. دوستم را در فرودگاه دیدم. دوستم را در فرودگاه نشسته دیدم.
که باید جالسن رو چون حاله درست معنی کنیم. انتخاب ترجمه صحیحه. بچه باز نگاه کنید، جمله حالی است و انا مریضون، در حالی که بیمارم، در حالی که من بیمارم. خب منیت و المواد فکریه و انا مریضون، در حالی که بیمارم. از مواد قندی در واقع من شدم در حالی که بیمارم، حال آنکه. خب الف میشه چون حال معمولا با در حالی که معنی میشه، با حال آنکه معنی نمیشه. سلح صدیق سیارت حال معطله. خب اینجا معطلت صفته، چون صفته باید صفتی معنی بشه. اگر به این ال میداد، میگفت سیارت هو معطلتن، میشد حال. نه قطعا نویسنده این طراح این سوال به قضیه فکر کرده. خب الان دوستم ماشین خرابش را تعمیر کرد، دوستم ماشینش را تعمیر کرد، این در حالی اصلا دقیقا به این قضیه فکر کرده. پس این غلط، چون حال نیست جواب میشه الف، چون صفتشه. یعنی کافیه بگه سیارته معطلتن. من به نظرم تو کتاب شما معطلتنه، معطلتن. خب اگر اینجوری میگفت جواب میشه اینجا. ترجمه الافعال، فعل ها را ترجمه کنید. چهار تا جمله داده، داخلشون فعل وجود داره. تکاتبو چه نوع فعلیه که امر باید تشخیص بدی و درست معنی کنی. لم زمان فعل ها رو ماضی نقلی تبدیل میکنه. لیشجع باید، باید بیاری، باید تشویق کنه. قد تذکره برای فعل ماضی اومده، ماضی نقلی درست میکنه. اینا برمیگرده به عربی دهم عموما. انتخاب سیاقی ترجمه اهمنی من شرور الحادثات، بازم جمله‌ای داده و معانی داده که شما باید انتخاب کنید. عموما قواعدن، حالا من دیگه چون وقت نداریم سریع میخوام جمع جورش کنم. عین الخطا فی توضیحات، اشتباه رو مشخص کنید. لا یذکرو، گفت آقا فعل مجهوله، فعل معلومه، مضارع منفیه. خب معلوم نیست دیگه، مضارع منفی که لا اومده منفی هم هست، نگفته یذکرو، گفته یذکرو. پس گفته اشتباه رو مشخص کنید، ب میشه جواب. عقب الناس من انتصر علی قضیه. و الاخر سوال 13، ای نوع الفعل واستعینوا بالصبر والسلام، گفت نوع فعل مشخص کن. عربی دهم میشه امر. عین حرف مشبه، خب ان میشه حرف مشبه، کن میشه حرف مشبه که هر کدوم 25 سنتون بارمش بود. مای لای نفی جنس رو مشخص کن. این که بعدش ویرگول اومده لای جوابه، اینم که بعدش فعل اومده باطل، جواب میشه این لا طالب هنا، که قواعدش رو دیگه کامل شما بلدید. محل اعرابی که امروز خیلی در مورد صحبت کردیم، خب این جمله فعلیه است، پس این میشه فاعل. فاصل میشه مفعول، نخواسته. علا کتب میشه جار و مجرور. سنم نخواسته. کبیر چون شبیه قبلش میشه صفت. بعد از ترک بعد یه جمله دیگه است که معبده چون اگرفته میشه مفعول. بچه ها مهندس میشه مبتدا و مبتسمن میشه حال که مشخصه. خب من دیگه آها، انا اشتغل فی المزرعه، گفته انتخب صحیح الفراق، گفته آقا برای من در واقع شاغل هستم در مزرعه، نشیتن درسته یا نشیتتن یا هر دو؟ ما میگیم هر دو. چرا؟ چون در زبان عربی من هم یک زن میگه، انا هم یک مرد میگه، مذکر مؤنث نداره. مرجع حال مد نظر شها، یا اینکه دیگه براتون بگم نحنو هم همینجوری، یعنی متکلم ها در عربی مذکر مؤنث ندارن. پس هم نشیتن میتونه باشه هم نشیتتن، و اینجا گفته هر دو، ما هر دو رو انتخاب میکنیم. اسم مفعول اسم مبالغه رو پیدا کن، برمیگرده به عربی دهم درس آخر که اسم مفعولش میشه محترم، اسم مبالغش میشه صبار. و سوال بله، اسم مکان و اسم فاعل رو مشخص کن. درسته همین بود؟ ببینم بله، اسم مکان و اسم فاعل رو پیدا کن. اسم مکانش که میشه مشهد، اسم فاعلش میشه مسلم. گفته صحیح رو در مورد متعجب، گفته متعجب اسم فاعل بله، مو ما قبل آخره میشه اسم فاعل. صحیح رو در مورد دنیا اسم تفصیل افعل و فعلا اکبر و کبرا ادنی و دنیا. و اینکه جای خالی رو پر کن، اینا دیگه بچه توانایی ذاتی شماست. به قوادم رفت داره، لما و یبکی طف، برای چی بچه بازی گریه میکنه؟ بعد گفته لعنهو، برای اینکه گرسنه، شاید او چی؟ بله ای کاشو، که بهترین جواب اینه. وقتی میگه برای چی، ما میگیم برای اینکه، لعنهو میشه جواب. وقتی لای نفع جنس اومده، کلمه بعدش باید ا بگیره، نه ال بگیره نه تنبیه. کلمه قریب را در جمع مشخص کن، که خب دیگه بله. انتخاب سیال الفراق، جای خالی مشخص کن. گفته که یک کیف یکون جبل کوه نور چگونه بود، گفته که قرار داشت بر بالای بر در کوه نور، یکون مرتفع بود. وقتی چگونگی رو میپرسه شما چگونگی باید جواب بدید.
در تو مطلب میگه دو سه خط میده و از من سوال میپرسه، پربارم هم هست. ببینم آره اینجا حالا نیم نمره تو سوال بچه مفتیه، یعنی در واقع شما اگر تونستی مطلب بخون معنیشو بنویس، چون وقت داری دیگه 70 دقیقه وقت داری حداقل، و تا بفهمی ببینی چی میگه. و طبق دریافت خودت جملات هرچند کوتاه و عربی، نه فارسی جواب نه کلمی، کوتاه عربی. مثلا کیف کان طائر، پرنده چگونه بود؟ گفته هذا طائر حیوان ذکی. همین میگی پرنده باهوش بود. یعنی اگر تونستی خودت یه چی بساز و جلوش بنویس، و اگر نتونستی ببین اون سر این کلمات مثلا گفته متا یتظاهر الطائر به ان جناحه مکسوره، برو جناحه مکسوره رو پیدا کن سرتش رو مثلا جلوش بنویس. این جزء سوالات پرباره و بسیار ساده است. خب بچه‌ها خسته نباشید، به امید دیدار مجدد آرزوی موفقیت دارم. ان شاءالله که امتحان خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید. موفق و مؤید باشید. عشقی کلاسیتی. موفق باشید.